وقتی از اون واقع ناراضی نیستم و از کاری که کردم هیچ وقت احساس پشیمونی نمی‌کنم. هیچ ذاتی اعتراضه، یه جور اعتراض. در واقع این یک فریاد بود، فریاد اعتراض. هجده تیر یعنی یک زخم کهنه و فراموش نشده. هجدهم تیر ماه 78 یادآور فریاد اعتراض نسلی است که پس از انقلاب 57 رشد کرده بود، به اصلاحات دل بسته بود و در آخر آرزوهای خود را از دست رفته می دید. یاران دبستانی دهه قبل این بار در کوی دانشگاه تهران گرده هم آمده بودند تا به تعطیلی روزنامه سلام اعتراض کنند. روزنامه‌ای که در گزارش‌های خود پرده از اسرار قطرهای زنجیره‌ای و اقتدارگرایی در کشور برداشته. این یه جور عقده فروخورده بود که بعد از قتل زنجیره‌ای به وجود اومده بود و مسئله بسته شدن روزنامه سلام و حمله به خوابگاه کوی دانشگاه در واقع نیشتر زد به این زخم و باعث شد که بریزه بیرون. با وجود صلح‌آمیز بودن اعتراضات دانشجویی، ترکه تنبیه خیلی زود بر پیکر دانشجویان معترض نشست و با حمله نیروهای لباس شخصی و انصار حزب الله کوی دانشگاه به خاک و خون کشیده شد. خواسته ما خواسته دموکراتیک بود. این مبارزات ما به شیوه مدنی بود. بنابراین خواسته ما این بود که رژیم باید به خواست مردم و به مطالبات مردم و به مطالبات دانشجویان توجه کنه و سپس تنظیم کنه. به زودی اعتراضات دانشجویی گسترش یافت. تلاش‌های دولت خاتمی هم برای آرام کردن دانشجویان خشمگین به جایی نرسید و دامنه اعتراضات و درگیری‌ها به بیرون از دانشگاه کشیده شد. تصویری که تو ذهن من هست نیروهای لباس شخصی است که با حمایت پلیس و سپاه در جلوی صف حمله به مردم و دانشجو بودن و اینها بودن که درگیری را شروع کردن. پس از چند روز التهاب و هیاهو در خیابان‌های تهران، اطلاعات و نیروهای ویژه سپاه وارد عمل شدند. با ایجاد فضای امنیتی، اعمال خشونت و دستگیری بسیاری از دانشجویان، اوضاع را در دست گرفت. بعدها مشخص شد که فرماندهی سپاه تهدید کرده بود اگر معترضان به خیابان جمهوری برسند و روی آنها آتش گشوده خواهد شد. تصویر اولی که در ذهن من مونده و هیچ وقت فراموش نمی کنم اون حجم انبوه مردمی بود که خیلی مصمم و صادقانه در این جنبش اعتراضی شرکت کرده بودند. پیگیری دانشجویان و وکلای آنها برای شناسایی و مجازات آمران و عاملان حمله به کوی دانشگاه در دستگاه قضایی راه به جایی نبرد و این دانشجویان بازداشت شده بودند که به احکام زندان طولانی مدت محکوم شدند. خب من فکر می‌کنم ما نباید زندانی می‌شدیم، نباید با ما اینجوری برخورد می‌شد و حداقل کار این بود که واقعا دولت اساسات مداخله می‌کرد و باعث آزادی زندانشجویان می‌شد که بعد از اون مسئله موندن توی زندان. به دلیل انجام نشدن تحقیقات لازم، هیچگاه تعداد دقیق قربانیان حمله مشخص نشد. اما مجموعه فعالان حقوق بشر می‌گویند 7 نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شدند که تاکنون فقط هویت عزت الله ابراهیم نشاد و فرشته علیزاده روشن شده است. سعید زینالی نیز از هنگام دستگیری توسط ماموران ناپدید شده است. بزرگترین حسرت، حسرت دوستانی هست که رفتن. بسیاری از بچه‌هایی که اونجا بودن مثل اکبر محمدی، مثل خیلی از دوستانی که بودن. اگرچه اعتراضات دانشجویی در آن مقطع به شدت سرکوب شد، ولی 18 تیر در نهایت تبدیل به رخدادی شد که در شکلگیری حوادث آتی در جنبش دانشجویی و افق سیاسی کشور تأثیر گذار بود. 18 تیر 78 به نظر من حداقل در فضای بعد از انقلاب فرهنگی قله فعالیت جنبش دانشجویی بود. جنبش دانشجویی الان از یک رکود بلند مدت داره به اصطلاح عبور میکنه، اما این به این معنا نیست که جنبش دانشجویی مطالباتش رو کنار گذاشته و یا از شکلی به شکل دیگر در آمده. من فکر میکنم که جنبش دانشجویی مثل خیلی از جنبش‌های مدنی دیگه ایران بعد سال 88 به شدت سرکوب شده، ولی خب
امید دارم بهش، ناامید نیستم و امیدوارم که اتفاقاتی که در آینده میفته این جنبش رو رشد بده.